سلام، من مهرسا هستم. این بار میخوام از فیلم جایی که خرچنگ ها آواز میخوانند بگم که اقتباس از رمانی به همین اسمه و محصول سال 2022. این فیلم برای من مثل یک رویه شیرین بود که آرزو میکردم تموم نشه. فیلم ابتدا در زمان حال شروع میشه و تم جنایی داره و در ادامه فلشبک هایی داریم به سرگذشت دختری به نام کایا که از کودکی به خاطر شرایط نابسامان خانوادگی مجبور میشه به تنهایی کنار یه مرداب در جنگل زندگی کنه. این آغاز یه انزوای طولانی و البته شکوفایی در زندگی اونه. کایا در کودکی در اوج لحظاتی که به حضور پدر و به خصوص مادرش احتیاج داشت توسط اونا رها میشه. کایا به هر روشی که بلده سعی میکنه بقای خودش رو تضمین کنه. اون تونسته با خودش و شرایطی که در زندگی براش به وجود اومده به صلح برسه و من فکر میکنم بزرگترین دلیل رسیدن به این صلح گره خوردن وجودش به طبیعت و مردابه. در واقع کایا اول از همه با طبیعت به صلح رسیده و این یعنی به طور خالصانه و با اصیل ترین ویژگی های وجودش داره زندگی میکنه و با آدم ها ارتباط برقرار میکنه و این موضوع اونو در برابر دیگران آسیب پذیرم میکنه. جایی از فیلم که احساسات ما به عنوان مخاطب به شدت درگیر میشه قسمتیه که کایا عاشق میشه، اما این عشق تبدیل به بدترین نقطه آسیب پذیری اون میشه و این موضوع زندگیشو کاملا متفاوت و البته اونو قوی تر میکنه. در واقع این اتفاق باعث میشه کایا به دنبال این بره که خودشو وارد جامعه کنه و بالاخره مسیرش رو پیدا کنه. خونه کنار مرداب برای کایا مثل یک نقطه امنه که هر چقدر آسیب دیده باشه با پناه بردن به اونجا میتونه خودش رو پیدا کنه و از نو بسازه. درسته اون آدمهای زیادی رو نمیشناسه و کمتر کسی تمایل به ارتباط با اونو داره، اما کایا بین آدم‌ها هم تونسته پناهگاه امنی برای خودش پیدا کنه و اونم زن و شوهر سیاه‌پوستی هستن که از کودکی از دور حواسشون به کایا بوده. در ادامه دوست دارم از قاب بندی ها و تصاویر فیلم بگم. قاب هایی که از خونه کنار مرداب میبینیم برای من مثل یک نقاشیه. در واقع مهمترین لحظات زندگی کایا از جمله رها شدن، عاشق شدن، طرد شدن در کنار مرداب اتفاق میفته و نوع تصاویر و قاب ها میتونه به مخاطب نشون بده که کاراکتر اصلی فیلم در چه وضعیتی قرار داره. به نظرم جالب ترین نکته اینجاست که ما دائما تصویر کایا رو در کنار مرداب میبینیم و در واقع اون بین مردم به دختر مرداب معروفه. مرداب نشونه رکود و کدریه، اما کایا همیشه پر از زندگی و زلالیه. به نظرم این تضاد خیلی به جذابیت داستان کمک کرده. و البته نباید تأثیر نورپردازی رو نادیده بگیریم. جایی که کایا عشق رو پیدا میکنه و روشنایی تازهی به زندگیش وارد میشه، تقریبا در اکثر سکانس ها هوا آفتابیه و شاهد نور قابل توجهی هستیم. این به حس و حال و شادی کاراکترها اضافه میکنه و البته حس رو به مخاطبم منتقل میکنه. اما رفته رفته با ورود به بخش تاریک زندگی کایا این نور کم و کمتر میشه و تقریبا بیشتر سکانس ها در شب اتفاق میفته. در پایان چیزی که درباره شخصیت کایا باید بدونیم و قبلترم بهش اشاره کردم اینه که به خاطر نوع متفاوت شرایط زندگی رشد متفاوتی هم داشته و مثل طبیعت ساده، اصیل و جاریه و از پیچیدگی روابط انسانی بدوره. دو نفری که وارد زندگی کایا میشن بیشترین تأثیر رو در تحول شخصیت اون دارن. در واقع زندگی با فرستادن این دو نفر هر دو وجه خوب و بد خودش رو به کایا نشون میده و راه ورود اونو به دنیای بیرون و پر از پیچیدگی باز میکنه. ممنون که تا اینجا همراه بودین. خوشحال میشم که برداشت شما رو هم از این فیلم بدونم.